سلام خدمت همه شما، خیلی خوش اومدید. برای درست کردن شله زرد لازمی که اول برنج رو یک ساعت بذاریم تا خیس بخوره. این از این. حالا یکم زعفرون رو سیاب کنم. اینجوری بس. خوب سیابش کنید. عالیه. حالا یه چند تا یخ میذارم تا قشنگ یخ آب بشن و زعفرون دم بکشه. خب بعد از یه ساعت میریم که پخت شله زرد رو شروع بکنیم. ببینید برنجا چه شکلی شده. آب کشش میکنم، میشورمش، اینم از این و میریزمش توی قابلمه. حرارت ملایم، به اندازه 6 لیوانم آب میریزم. وقتی جوشید یه تیکه هل، یه تیکه دارچین، بی نظیره. بعد از حدود 30 الی 40 دقیقه به این مرحله میرسه. ببینید، این به برنجتون بستگی داره. هلو دارچینش رو بردارم. اینم از شکر، شکرش هم بریزم. عالیه. و حالا گلاب. به به. یه کوچولو نمک، خلال بادوم، خلال پسته، بی نظیره. اینم از کره، عطر و غلظت خیلی خوبی به این دسر میده. میذارم 20 دقیقه رو حرارت کم آروم بجوشه. نگاش کنید، خود این یه دسر عالیه بعد 20 دقیقه. اما بریم سراغ زعفرون. عالیه. همش بزنم قشنگ آروم. شاهکاره. 10 دقیقه بعد از زعفرون شله زرد ما آماده است. نگاش کنید. به به. عطرش رو حس میکنید؟ نگاش کن. یه کوچولو پسته بریزم این وسط. یه کوچولو هم بادوم. یکم هم پودر دارچین. تمومه. نگاش کن. Mm.